عرض ادب و احترام، درود و سلام به یک و یک شما بیننده های عزیز و هموطنان نهایت ارجمند. این برنامه ایدونای فضا است، بخشیده به 31مین سالگرد تأسیس قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، پیشنهاد شما از تلویزیون فرهنگی سفینه. امیدوارم که شام زیبایی داشته باشین. دوستان عزیز، در مهمانی ما هستند ارکستر حربی ستاد جنرالی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان که من یک و یک شما را خوش آمدید میگویم به برنامه فضای تلویزیونی سفینه. امیدوارم که یک شام زیبا، یک شام رنگین به بیننده های ما و یک برنامه خاطرمان اهدا خواهیم کرد یک جایه. و دوستان عزیز، در پهلوی من نشستن اینجا اعظم جان عبدالمنان زاده، سردریجیور حربی ستاد جنرالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، همچنین آوازخوان عالم جان احدزاده، هنرمند ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که من شما را خوش آمدید میگویم. و امکان دارد که به بیننده های عزیز خوب سلام و پیام برسانید و هموطنان را به 31مین سالگرد تأسیس قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت بگویید. از این فرصت مناسب استفاده برده، من سردریجیور حربی قواهای مسلح، کلی خدمتچیان حربی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان را با فرارسی 31مین سالگرد تأسیس قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته و به هر یک و یکی خدمتچیان حربی قواهای مسلح در وظیفه های پرمسئولیتشان برور کامیابی تمنا دارم. سلامت باشین، تشکر زیاد. خب عالم جان، شما هم امکان دارید. سلام به کل تماشاوینان تلویزیون سفینه، این علمو رو تماشا دارن، کل مردم جمهوری تاجیکستان رو با 31مین سالگرد تاسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک می نمویم. سلامت باشین، تشکر زیاد. اعظم جان، بعد یکم صحبت میکنیم اطراف برگزاری چورابینی ها. خب در قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برگزاری چورابینی ها، جشنواره ها چگونه است؟ خب شما چگونه آمادگی ها میبینید؟ خب با کدام نوع ترانه و سرود ها میخواهید که خاطری مثلا البته هموطنان رو شاد گردانید؟ ارکستر حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برای گذراندن تمام چورابینی هایی که در داخل کشور برگزار میگردد، بیرون از خارج، ارکستر حربی وزارت مدافع همه وقتا با تمام گذراندن چورابینی های تنتنوی اید و جشن ها همه وقت آماده است، برای قبول مهمانان عالی قدر، برای گذراندن چورابینی هایی که در تاجیکستان
برگزار میگردد. ما همیشه آماده ایم. بله. خب تا حال بندی چیکار بوده؟ چیکار میکرده تا به برنامه ما آمدن؟ ارکستر حربی برای آمادگی به این جشن بزرگ یعنی 31 سالگرد تأسیسی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان مشق و تمرین ها دارد. برای بالیده خاطری روحیه حیات شخصی خدمتچیان حربی قواهای مسلح و شهروندان که در باخوی شهر دوشنبه برگزار میگردد برای آنها هم پیشنهاد می. خب برنامه دونه البته سرتاپا همگی صورت های وطنداری هست دیگر. بسیار خوب. موسیقی نخستینه که از جانب مثلا گروه ایجادی شما صدا دادین، موسیقیتون چی نام داشت؟ این موسیقی چگونه آماده شده بود؟ آهنگی که در اینجا صدا داد مارش سفرایی که استاد رستم صادقوف این را ایجاد کرده است. موسیقی دومی که حال حاضر در برنامه صدا میدهد، این موسیقی دومتون چی نام دارد؟ راه ابریشم، آهنگ رمان کوتنی، این یکی از اثرهای میباشد که را ارکستر حربی جمهوری ازبکستان نوازش کرده بود. بعدا ما این را با ارکستر حربی وزارت مدافع آماده کردیم. خب آماده هستن که نوازش کنند؟ بله بله آماده. بسیار خوب. خب دوستان عزیز موسیقی دوم را میشنویم در برنامه ایدونه این شب نامو و بعدا باز برمیگردیم به صحبت. خب سپاس میگویم با شما عظم جان. واقعا ما در یک فضای ایدونه قرار داریم. شکرانه آباده و آزاده و استقلالت وطن عزیزم و تاجیکستانی آفتابی که امروز در فضای صلح و ثبات وطن یکی موسیقی می نوازد، دیگر آموزگاری میکنه، دیگر دهقانی میکنه، دیگر هر کسی صاحب هر کسب و کاری است که واقعا از صلح و از وحدت و از امن و امنیت این وطن اجدادی ما درگ می دهد و باید همیشه هویت شکرانه بر لب داشته باشیم. شرط و شرایط ها چگونه است در ارکستر حربی ستاد جنرالی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان وابسته به مثلا تامین اسباب های موسیقی، وابسته به تامین سر و لباس، وابسته به من شرط و شرایط هایی که شما دارید؟ شرایط ارکستر حربی وزارت مدافع به حد در سطح عالی قرار دارد. تمام متخصصان سوهای ارکستر با اسباب های موسیقی تامین می باشد، با سر و فرمای ایدونه حربی و در تالاری استودیای ارکستر حربی مشق و تمرین ها رو هم روزه برگزار می گردونند. کارتون وابسته با جشنواره ها دشوارتر می شود و یکی همه وقت پای ایجاد استید؟ ارکستر حربی پیوسته باید مشق و تمرین کند برای پیشوازی چونین جشنواره ها آماده باشند. مثلا در یک سال چند اثر ایجاد میکنید؟ با کی همکاری دارید از آفرنده های آهنگ؟ ارکستر حربی برای آماده کردن نوت ها و پارتیتور ها، برای آماده کردن مارش و مارش سفرایی و کنسرتی با بستکاران تاجیک به مانند رستم صادقوف که این شخصیت بسیار برای
ارکستر حربی نفسی وزارت مدافع و دیگر ارکستر حربی به نهایت یک کمک میرسونند، کمک های خودشان را علاقه رسونده هستند که بسیاری اثرهای ما از خودیشان هستند، از رستم صدیقوف به مانند سرود رودکی آهنگی استاد می باشد، مارش سفرایی، بسیار اثرهای دارند که برای ارکستر حربی آماده کردند. خب در ادامه برنامه باز می خواهیم که عالم جان احدزاده هنرمند ارکستر سیمفونی دستگاه اجرای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک سرود هم در برابر نوازش ها اجرا کند و گمانم که سرودی از روی روی خط ای سربان را حال حاضر اجرا میکند و چگونه همکاری دارید با عالم جان؟ این سرود را چند روز آماده کردید؟ ما پیوسته با عالم جان همکاری داریم، با ارکستر حربی وزارت مدافع آمده مشق و تمرین می نماید. سرودی ای سربان را ما در طول 3-4 شبونه روز آماده کردیم. آماده کردید. خب به نوت کی در آوردم این سرود را؟ این آهنگ ای سربان تکمیل حسن غفوروف می باشد. خب یعنی که به نوت های موسیقی در آوردم؟ بله، در نوت های اسباب های نفسی حسن غفوروف این اثر را ایجاد کرد. بسیار خوب. و عالم جان شما آماده هستید که بسیار؟ بسیار خوب. تشکر. بیننده های عزیز میشنویم سرود نوبتی رو و بعدا باز برمیگردیم به صحبت. سران آرام جانم می رود، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. ای ساربان آهستران آرام جانم می رود، سر می روانم می رود. در استخوانم می رود. ای ساربان آهستران آرام جانم می رود، سر می روانم می رود. آن سر وی روان گوی روانم می رود. ای ساربان آهستران آرام جانم می رود، سر وی روانم می رود. تشکر زیاد. عالم جان شما هم یک جوانی که امروز در یک سرزمین آباد و آسوده زندگی میکنید، خب چگونه افتخارمند هستید از اونه که همچون یک جوان هنرمند امروز در فضای صلح و ثبات وطن پای ایجاد هستید، خب کار میکنید، روزگار رو پیش میبرید؟ خیلی که شما در بلو قید کردین در فضای دانه قرار داریم و ما نیز در ارکستر سیمفونی دستگاه اجرای پرزیدنت
یک سرودی بنده رو آماده کردیم و پیشکش کردیم با سردیریژور ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت دلیر سمدویچ که اونجا این سرود رو در نوتا در آورد و با ارکستر هم کار کرد و پیشکش کردیم. خوب قبول کردن. خوب قبول کردن. بسیار خوب است. کار شما چطور است؟ در ارکستر سیمفونی دستگاه اجرایی پرزیدنت کار بسیار خوب رفته استوده است. از پیش سفرهای هنری و شهر تهران جمهوری اسلامی ایران داریم، از پیش ما بسیار آمادگی دیده استودیم و نگفته نماند که ما با ارکستر حربی همه وقت ما همکاری داریم و همیشه برای وطن و ملت خود خدمت میکنیم. سلامت باشین، تشکر. این دیگر رسالت فرد فردی ما باید باشد که هر کجا باشیم برای وطن، در یاد وطن و خدمتگزاری این سرزمین اجدادی همون باشیم. تشکر. موسیقی، نوازش، سرود میتواند در تربیه نسل جوان، در تربیه وطن دوستی نسل جوان سهم گذارد؟ البته میتواند، برای اینکه هر یک آهنگ، هر یک سرود به خودش یک مضمون و معنی دارد. بله، هر یک شنونده با شنیدن وای یک احساسی وطن، وطن دوستی او را فرا میگیرد. خب کار شما یکم مشکل می نماید، چون دیگر با اسباب های نفسی سر و کار دارید. کسبتان را دوست می دارید؟ البته دوست می داریم، برای آنکه این وظیفه هر یکی ما است که هر یک از چخلی که شما پیشتر قید کردید یک از دیگر اختصاص دارد، دهقان است دیگر و دیگر. ما امروز کسب ما همین است، ما این را باید دوست داریم. بله، کوشش میکنیم که از این دم بهتر شود. سلامت باشم. بسیار خوب. برای مثلا رشد فرهنگی بسیار سالای ملت تاجیک، همچون هنرمندان ارکستر حربی ستاد جنرالی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان، چی تصمیم ها دارد؟ چی کار کردن میخواهید؟ چگونه میخواهید که مثلا موسیقی حربی ملت تاجیک را در عرصه جهان معرفی کنید؟ ما کوشش می نمویم که آهنگ های تازه ایجاد نو به نو را پیشکش نمویم و ما این کار را هم کرده ایستاده هستیم. بسیار اثرهای است که این اثرها در آماده باشی قرار دارد. همه روزه مشق و تمرین ها رفته ایستاده است. برای آینده ما بسیار اثرهای تازه ایجاد را که از صرف ملی هستند، بله بله، ایجاد کردن استادان، بستکاران به مانندی چخلی که پیش قید کردیم، رستم صادقوف، دلیر تیلویف، حسن غفوروف، خوشیموف دلیر، بسیار یک این شخصیت ها برای ارکستر حربی یک خدمت های ارزنده میکنند. بعضی تعلیمی که این شخصیت ها برای ما پیشکش نمودن، مثلا این اثر ها رو ما آماده و پیشنهاد میکنم. بسیار خوب. چی تمنا دارید برای مردم شریف کشور در این ایام عید و در این ایام زیبایی؟ تمنیات من این است که بگذار تاجیکستان عزیز ما چخلی که پیش رفته ایستاده است همین خیلی با پیشتر رود و ایجادیات ارکسترهای حربی، قواهای مسلح نو به نو صدا دهد و با کلی ملت تاجیک بردباری ها تمنا دارم. سلامت باشین، تشکر. خوب عالم جان، شما نیز امکان دارید که یک تمنیات نیک برای بیننده ها و برای هموطنان کرده باشید. تمنا میکنم که تاجیکستان عزیز ما همه وقت هم خیلی گلگل شکفان باشه، ما در خدمت همه وطن باشیم همیشه. سلامت باشین، تشکر. من همگی شما را خوش آمدید میگویم به تلویزیون سفینه. همدیاران عزیز، هموطنان زکی و عزتمند ما، واقعا دوست داشتن وطن، احترام گذاشتن بر وطن، این احترام گذاشتن به مادر اصلی امان است. چون اگر مادر اصلی امان را دوست می‌داریم، پس وظیفه داریم که مادر رمزی امان وطن را به مثل مادر اصلی احترام کنیم، دوست می‌داریم و در خدمتش همیشه آماده باشیم. چون دیگر این قرض فرزندی به گردن هر کدام ما هست. از این رو با امیدی تنصیحتی و خانه آباد و روزگار آسایشته شما و رشد با ثبات تاجیکستان اجدادی امان عزیزان، 31مین سالگرد
جشن قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با همگی امون مبارک باشد. سرود انجامی را میشنویم. حضور داشتن در مهمانی ما ارکستر حربی ستاد جنرالی وزارت مدافعی جمهوری تاجیکستان. تا برنامه های آینده موفق و پیروز و سعادتیار بمانید. شدی جهان سوز مباد، هم به تو چراغ عالم افروز مباد، با وصل تو کس چو من بداموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد، با وصل تو کس چو من بداموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. نامت شنوم دل زی فرح زنده شود، حال من از اقبالی تو فرخنده شود، و از غیر تو هر جا سخن آید و میان، خاطر به هزار غم پراکنده شود، و از غیر تو هر جا سخن آید و میان، خاطر به هزار غم پراکنده شود. شدی جهان سوز مباد، هم به تو چراغ عالم افروز مباد، با وصل تو کس چو من بداموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد، با وصل تو کس چو من بداموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد.